اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاضق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا به همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. درود بسیار شما بینندگان عزیز ارجمند برنامه شیفته جان چشم پزشکی. امید من آن است که تندرست و سرحال باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشیم، خلق را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. برنامه شیفته جان چشم پزشکی هر هفته روزهای شنبه از ساعت 12:01 بعد از نیم روز به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد. و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری های چشم، در این برنامه درباره بیماری های جراحی چشم با شما سخن میگویم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس از همین شبکه خواهد بود که تقریبا 8:30 صبح روز دوشنبه به وقت ایران خواهد بود. خب ابتدای برنامه سخنی خواهیم داشت در مورد یکی از معضلات چشم پزشکی. در قسمت دوم برنامه به شما عزیزان در حد بذات برنامه پاسخ خواهم گفت. ضمناً یادتون باشه که امروز ما برنامه پرسش پاسخ رادیو هم داریم که در ساعت 2 تا 3 اون برنامه اجرا خواهد شد. امیدوارم دوستان اگر در این برنامه فرصت نکردن به اون سوالاتشون رو پاسخ مطرح کنند، در برنامه پرسش و پاسخ در ساعت 2 تا 3 مطرح کنند سوالات رو تا سوالات در حد بذات برنامه پاسخ داده شود. اگر که قلم و کاغذ دستتون هست شماره تلفن رادیو رو یادداشت بفرمایید که از ساعت 2 تا 3 برنامه پرسش پاسخ خواهد بود. 323-512-7264 323-512-7264 در ساعت 2 تا 3 سوالات شما رو پاسخ خواهم گفت در رادیو. اما اجازه فرمایید که قبل از شروع برنامه یکی از معضلات چشم پزشکی بپردازیم و بعد در این برنامه اگر سوالاتی دارید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید تا من پاسخ بگویم. خب اما این روزها ببینید دیابت واقعا قوقا میکنه. آمارا نشون میده که دیابت روز به روز داره درصدش در جامعه بالا میره. شاید یکی از دلایل مهمش چاقیه، به خصوص در جامعه امریکا من دارم صحبت میکنم، چاقی بیش از اندازه است که در این جامعه گریبان مردم رو گرفته و میدونید که دیابت زائیده چاقی است. بنابراین ریسک ابتلا به دیابتیس تایپ 2 در افراد چاق بسیار بسیار بالا هستش و خیلی بیشتر از افرادی که چاق نیستن. در یک تحقیق بسیار وسیع که در حقیقت یک به اصطلاح در حدود 216 تا تحقیق رو
در این متاانالیسیس بررسی کردن و دیدن که در این تحقیق در حدود 28 میلیون نفر آدم رو بررسی کردن و نشون داده شده که اگر شما 5% یا 5 درجه بیشتر بگویم یا 5 واحد به بادی ماس ویت شما، بادی ماس ایندکس یک واحد اندازه‌گیری چاقی، بادی ماس ایندکس اگر 5% به بادی ماس ایندکس شما اضافه بشه 72% احتمال ابتلا به دیابت رو داری. خیلی زیاده، یعنی انقدر چاقی ما هست. و یا اینکه اگر 10% فقط بادی ادیپاسیتی ایندکس شما، بادی ادیپاسیتی ایندکس رو میان به اصطلاح دور شکم رو اندازه میگیرن، دور هیپ رو اندازه میگیرن، به وزن بدن تقسیم میکنن و این یک عددی به دست میاد که اسمش از بادی ادیپاسیتی ایندکس. اگر این 10% بالا بره 255% احتمال ابتلا به دیابت در فرد بالا میره. بنابراین چاقی های شکم و چاقی های هیپ خیلی خیلی موثره در ایجاد دیابت. اما یک چاقی دیگه هم داریم به نام چاقی ویسرا یا چاقی احشایی که بیشتر به اصطلاح اینتراهپاتیک بسا اوبیسیتی یا فت هستش که چربی در داخل کبد جمع می شود. این با کبد چرب یه مقدار فرق میکنه. کبد چرب الزاماً این نیست که حتما شما چاق باشید، ولی در افراد چاق هم کبد چرب ایجاد می شود. ولی وقتی که چربی در کبد ایجاد جمع بشود و بالا برود، اون هم به مقدار زیادی چانس ابتلا به دیابت رو افزایش پیدا میکنه. بنابراین برای جلوگیری از دیابت به نظر میرسه که یکی از بزرگترین و مهمترین کارهایی که انسان ها باید انجام بدن اینه که وزن بدنشون رو پایین نگه بدارن. چه وزن به اصطلاح کل بدنشون، چه بادی ماس ایندکسشون باشه، چه به اصطلاح بادی ادیپوسیتی ایندکسشون باشه و چه چاقی احشایی یا اینتراهپاتیک فتشون باشه، به هر شکل اینها رو بایستی پایین نگه داشت، یعنی چاقی رو جلوگیری کرد ازش. خب با این مقدمه میخوام عرض بکنم که این روزها چرا اصلا این مقاله رو مطرح کردم. برای اینکه این روزها تقریبا هر مریضی وارد مطب میشود و دیابت داره و حتی بعضی هم دیابت ندارن، فقط چاق هستن، دارن از داروهای استفاده میکنن که داروهای ضد چاقی است و این روزها یک ترند بسیار 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 شایع هستش که از این تزریقات استفاده می کنن. این تزریقات به نام GLP-1 به اصطلاح RA هستن، یا اگر بخوام این GLP رو به اصطلاح بازتر کنم هستش گلوکاگون لایک پپتاید رسپتور اگونیست. یعنی اینها در حقیقت رسپتورهای پپتید گلوکاگون که گلوکاگون به اساس ضد انسولین عمل میکنه، اینها در حقیقت رسپتورهای گلوکاگون رو تحریک میکنن، مثل اینکه گلوکاگون در بدن شما بالا رفته و ضد انسولین داره عمل میکنه. اینا رو بهش میگن GLP-1 RA. پس بنابراین اینا گروهی هستن که چیکار میکنن؟ گیرنده های سیری در هایپوتالاموس مغز رو هدف قرار میدن و باعث میشن که اشتها رو کاهش بدن و شما اشتهایی به غذا نداشته باشید. این یه. دوم این که از اون طرف میرن تخلیه معده رو کاهش میدن و همیشه غذا رو تو معده نگه میدارن و شما احساس سیری میکنید چون معدتون پره. بنابراین از یک طرف اصلا مرکز اشتهاتون خوب کار نمیکنه، این دارو رو که مصرف میکنید اشتهای زیادی ندارید، از طرف دیگه معدتون پره، احساس پری میکنید و احساس سیری میکنید و بنابراین غذای کمتری میخورید و چاق نمیشه. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که همه مشکل چاقی انسان ها از خوردن. ما میتوانیم دهن رو ببندیم و واقعا جلو بسیار از بیماری ها رو بگیریم.
هر روز مجلسه میرم تو مطبع آی دکتر لاغر شدی. باور کن نه رژیمی میگیرم نه قصدی دارم و فرصت نمی کنم غذا بخورم، چون فرصت نمی کنم غذا بخورم، غذا زیاد نمی خورم، چاق نمیشه. پس بنابراین فقط و فقط مسئله خوردن، و این افرادی هم که چاق هستن مجبور میشن این داروها رو مصرف بکنن. این گروه دارویی که بهشون گفتیم کلن بهشون میگیم GLP-1 آره، اینها چند نوع هستن، کارخونه‌های مختلف انواع مختلف این داروها رو ساختن، مثل مثلا ویکتوزا که نوو نوردیس این رو میسازه، یا ترولوسیتی که این رو لیلی میسازه، و اون چیزی که خیلی معروف اوزمپیک و ویگووی که خیلی خیلی به اصطلاح معروف هستن از به اصطلاح نوو نوردیس هستش. این داروهایی که نام بردم ویکتوزا، ترولوسیتی، اوزمپیک، ویگووی، اینها همه داروهایی هستن که به شکل تزریقی اونایی که دارن استفاده میکنن میدونن، به شکل تزریقی و به تدریج میتوانن دوزش رو تغییر بدن و باعث کاهش وزن بدن میشن. البته نوع خوراکیش هم داره ساخت اومده به بازار، البته از بازم از همون کمپانی نوو نوردیس هستش که به نام ریبل سس هستش. ریبل سس یا رایبل سس این نوع خوراکیه، در حقیقت همون اوزمپیک هستش که احتیاج به تزریق نیست. طبق این تحقیقاتی که انجام شده در طول یک سال، هر کدوم از این داروها که شما مصرف میکنید، چه اوزمپیک چه ویگووی، اینها چیزی حدود 10 تا 20 پوند میتوانن وزن بدن شما رو کم بکنن. حالا در آدم های مختلف متفاوتر، ولی مشکل اینه که وقتی تحقیقات نشون میده که 2/3 بیماران بعد از قطع این دارو بعد از یک سال دوباره چاقشون به سرعت بر میگرده، چون اشتهاشون زیاد میشه. بنابراین باعث اینا در تمام طول عمر روی این داروها بمانن. ولی اگر یادتون باشه در یکی از این جلسات من صحبت کردم از عوارض این داروها، یکی از این داروها سکته‌های چشمی هستش عوارضش، و بنابراین مدت طولانی نمیتونن مریض روی اینا بمونن. به همین دلیل یه طرحی هستش که به اصطلاح آن اند آف، یه مدتی روی این دارو بمانن یا همراهش بکنن با یک مادیفای کردن واقعا دایتتون رو مادیفاید بکنید و آن اند آف این داروها رو میتوانید استفاده بکنید. ولی مهمترین مسئله اینه که کالری مصرفی روزانه‌تون رو کم بکنید. مهمترین چیز کالری است که وارد بدن ما میشه، که اینو بهش میگن reduce calorie به اصطلاح intake، reduce calorie intake یا به اصطلاح RCI. RCI یعنی اون مقدار کالری که شما وارد بدنتون میکنید رو روزانه بتوانید کنترل بکنید. حالا اگر همراه کنید RCI رو با این تزریقات، مثلا اوزمپیک یا ویگووی، خب تا حدی میتواند از عوارض این داروها بکاهد، این چون نمیتوانید واقعا تا آخر عمرتون رو این داروها باقی بمانید. یا میتوانید مثلا تایم ریستریکشن داشته باشید برای دایتتون. یعنی چی؟ یعنی که فرضون 18 ساعت 12 ساعت غذا نخورید و تون چند ساعت غذا بخورید. این یکی از شیوه های، یکی از دایت های قابل تحمل، خیلی مؤثره، واقعا خیلی مؤثره. شما 18 ساعتی چی نخورید، معمولا خب تعداد زیادی از ساعت شما خواب هستید، و اگر این کار رو بکنید مطمئنا در اون 8 ساعتی که غذا میخورید نمیتوانید زیاد غذا بخورید، در نتیجه وزنتون پایین میآید. حالا یک ترکیب جدیدتری از این GLP-1 به بازار اومده که کارخونه لیلیون رو ساخته به نام طرز پپتاید. این طرز پپتاید یک دارویه که با نام همون مونجارو که شما میشناسید، مونجارو رو خیلی ها میشناسید. این مونجارو گفته شده است که در یک سال میتواند خیلی کاهش وزن ایجاد بکنه و تا نزدیک 30 پوند
کاهش وزن میتواند منجارو ایجاد بکنه. بنابراین اونایی که منجارو استفاده میکنن شاید بیشتر وزن کم بکنه. و خوبی این منجارو اینه که به مقدار زیادی چربی داخل کبد رو کم میکنه و اون کاهش چربی داخل کبدی که خیلی کمک میکنه به اینکه هم دیابت شما کنترل بشه هم وزنتون کم بشه. البته اگر واقعا شما اینتیک غذاتون یعنی همون کنترل کالری رو همراه با منجارو بکنی تا 50 پوند در سال میتوانید وزن کم بکنید، خیلی زیاد. البته خب این منجارو یه مشکلی که داره، گاهی با تب و استفراغ اسهال همراهه، یعنی عوارض گوارشی داره، ولی اگر دوز پایین شروع بکنید و به تدریج این رو بالا ببرید این عوارض هم کم میشه و میتوانید تحملش کنید. پس بنابراین منجارو شاید بهتر از اون گروه های دیگه باشه. یه عارضه دیگه هم داره که اگر شما گستروپارسیست هستید، میدونید گستروپارسیست یکی از عوارض دیابته، کسانی که دیابت دارن معده‌شون فلج میشه. وقتی که معده‌شون فلج میشه غذا خوب از معده عبور نمیکنه و اینا دائم حالت تهوع و استفراغ دارن و این دارو منجارو میتونه گستروپارسیست رو تشدید بکنه. بنابراین اونایی که گستروپارسیست دارن نباید منجارو مصرف بشه. بنابراین تمام اینا باید بررسی بشه و بر اساس وضعیت شما روز میخواد این داروها مصرف بشه. بنابراین استفاده این داروها خوبه، منتها حتما تحت نظر پزشک، شروع با دوز کم کنترل شده همراه با کنترل بس دایت و اینتیک غذایی و اون مقدار کالری که وارد بدنتون میکنید. و نکته مهمتر این که اگر بتوانید به اصطلاح 18 ساعت معدتون رو خالی نگه دارید و بعد غذا بخورید، اون خیلی خیلی کمک میکنه به کاهش وزن و به دیابت شما. ولی خوشبختانه این داروها یک حسن دیگری هم که دارن، میتوانند در حدود 2-3% تا حدود 12% از خطر عوارض قلبی و عروقی در دیابتیک ها هم جلوگیری کنن و کم بکنن. خب یک نکته‌ای در مورد اوزمپیک من بگم. کسانی که سالهاست قندشون بالا بوده و ناگهان شروع کردن به اوزمپیک استفاده کردن، اینا ناگهان یک دیابتیک رتیناپاتی شدید پیدا میکنن، چون ناگهان قند خونشون پایین میفته. به همین دلیل کسانی که دارن اوزمپیک مصرف میکنن حتما باید تحت مراقبت چشم پزشکشون باشن که مواظب این دیابتیک رتیناپاتی باشن، یعنی باشه چشم پزشکشون. چرا؟ چون سلول های شبکیه شما عادت کردن به یه قند بالا. حالا شما ناگهان قند رو کاهش پیدا، قند کم میکنید، در نتیجه باعث خونریزی در شبکیه‌تون میشه. پس بنابراین وقتی میخواید اوزمپیک مصرف کنید، اولا به خصوص اگر کسی دیابتی رتیناپاتی کمی هم داشته باشید که خیلی شدید میشه، پس اول چک بشه چشمتون که دیابتی رتیناپاتی نداشته باشید. ثانیاً اگر سالهاست که قند شما دائم پایین بالا بوده، برای من از دوز بسیار 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 پایینه اوزمپیک آهسته آهسته شروع کنید، برید بالا که باعث دیابتی رتیناپاتی شما نشه. یه گروه دیگه هم از داروهای جدیدتری هستند که به نام سودیوم گلوکوز ترانسپورت تایپ 2 اینیبیتور، که اینها به اصطلاح با دفع قند اضافی از طریق لوله های به اصطلاح هنله در کلیه باعث میشن که انرژی و قند شما رو دفع کنه
اون خیلی خوبه، برای اون هم داروی بسیار موثری هست در کاهش قند خون و در نتیجه کنترل دیابت و کاهش وزن بدن در افرادی که این مشکلات رو دارن. بنابراین یک مقدار و داروهای جدیدتری هم داره به بازار میاد در این بسه زمینه که مطمئنن روز به روز احتمالا عوارض این داروهای فعلی رو کمتر دارن و اثرشون هم بیشتر. خلاصه این که چاقی و به خصوص چاقی شکم یا ویسر و ویسرال اوبیسیتی یا چاقی احشایی، چاقی کبد، اینها اینها ریسک فاکتورهای شناخته شدن برای دیابت و برای عوارض قلبی عروقی و به خصوص دیابت تایپ 2. و مطمئنن اگر شما بتوانید که قند وارده به بدنتون، شما حساب بکنید یه دونه نوشابه، یه دونه از همه نوشابه پپسی، یه دونه کانالی که شما میخورید مثلا 12 اونسیج، 150 کیلو کالوری شما کالوری به بدن تو وارد، وحشتناک. یعنی اینکه کافی است که دیگه یه دونه نوشابه، یعنی شما خوردی دیگه نباید بسیار 24 ساعت غذا بخوری. و بنابراین وقتی شما یه دونه پپسی میخوری چانس گرفتاری به دیابت رو 14% در خودتون افزایش میدی. خیلی وحشتناکه. یک آماری است که در 174 کشور گرفته شده. بنابراین هنگام مصرف غذا به مقدار کالری که وارد بدنتون میکنید توجه کنید. غذا زیاد نخورید. و جالب ترین نکته اینه که در تمام تحقیقات، در تمام توصیه‌ها، در تمام مدارک پزشکی قنده که نباید وارد بدن ما بشه. سیه چه نمیگن چربی زیاد وارد بدنتون نشه. برخلاف تصور عمومی که فکر میگن چربی نباید زیاد وارد بدنتون بشه. نه. چربی در یک حد زیادش هم حتی نمیتواند دیابت ایجاد بکنه. نمیتواند چاقی ایجاد بکنه. قندی که میره و تبدیل میشه به هم چربی و هم دیابت ایجاد میکنه و هم چاقی ایجاد میکنه. بنابراین ما باید از ترکیباتی که درش قند وجود داره پرهیز کنیم، نه از اونایی که چرب. شما اگر روزی دو تا دونه تخم مرغ هم بخورید هیچ اتفاقی نمیفته. من بهتون میگم روزی 4 تا تخم مرغ هم بخورید هیچ اشکالی نداره. برخلاف اون چیزی که فکر می‌کردن تخم مرغ زیادی اشکال داره، نه تنها اشکال نداره، سود زیادی هم داره. تخم مرغ که این همه کلسترول توش هست. بنابراین مواظب دیابتتون باشید، مواظب دیتتون باشید، مواظب اون چیزی که می‌گذره تو دهنتون باشید و موقع مصرف این داروهایی که عرض کردم حتما بایستی چشم پزشکتون و متخصص دیابتتون با هم در رابطه باشید. خب اجازه دارم که با یکی از دوستان صحبت بکنم. دکتر رضا پور هستم از شیفتای جرم چشم پزشکی، بفرمایید. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر من یه دفعه دیگه هم سوال کردم از شما ولی یادم رفته. من تخم چشمم درد میکنه، بعد شبا وقتی که بیدار میشن میخواد باز بشه. شما قد شده؟ نه ادامه بدی. بعد وقتی که میخوام باز کنم درد میکنه، باید با دست با انگوش بازش کنم. بله. خب ببینید، شما یک مریضی دارید، همچنین که من همیشه توی این برنامه گفتم و تو برنامه رادیو گفتم، تمام مریضی ها اسم دارن. هیچ مریضی در دنیا نیست که نام نداشته باشه. و بنابراین هر وقت به پزشک مراجعه میکنید نام بیماریتون رو پرسید. شما بیماری دارید که بهش میگیم recurrent corneal erosion. recurrent corneal erosion RCE. recurrent corneal erosion چی هست؟ اینه که شما وقتی صبح پا میشید چشمتون رو باز میکنید، دو سه تا از سلول های اپیتلیوم قرنیه کنده میشه
درد شدید ایجاد میکنه و تا عصر هم احتمالا خوب میشه، دو مرتبه فردا ایجاد میشه. حالا چرا شما ریکارنت کورنیال اروژن داری؟ این یک بحث مفصل. ممکنه خشکی شدید داشته باشید، ممکنه شوگرن داشته باشید، ممکنه کورنیال دیستروفی داشته باشید که این احتمال خیلی زیاده در شما که کورنیال دیستروفی داشته باشید. بنابراین شما بایستی اولا نیورو استفاده بکنید. نیورو یک ماده است مثل یک محلولی است، یک قطره چشمی است که به اصطلاح خیلی استرانگه و میتواند این سلول ها رو به جاشون بچسبونه. یک. دوم، موقع خواب هر شب ژل در داخل چشمتون بذاری، ژل چشمی. ژل چشمی اوور دی کانتره، میری داروخانه میگی من ژل چشمی میخوام، ژل چشمی اجل به نسخه نده، شبها میذاری تو چشمتون تا صبح که این فاصله ای بین ملتهمه پلکی و اپیتلیوم قرنی ایجاد بشه و سلولا رو از جا نکنه صبح که پا میشی. این کار رو حداقل 3 ماه بایستی ادامه بدهید تا اون سلولا محکم به بیسمنتشون بچسبن و دیگه کنده نشن. اما البته اگر شما دیستروفی قرنیه داشته باشید که همون EBMD بهش میگید، اگر EBMD داشته باشید یا دیستروفی قرنیه، اون مسئلهش فرق میکنه. اون موقع است که احتمالا دکتر چشم پزشکتون باید سطح قرنیه شما رو بتراشه، این لایه رو برداره، اجازه بده یه لایه جدید رشد بکنه که اون لایه جدید سلولای جوانی هستن که اینها معمولا دیگه از جا کنده نمیشن. بنابراین حتما بایستی با چشم پزشکتون در نظر بگیرید، ولی اسم بیماریتون معلومه، Recurrent Corneal Erosion RCE. شما اگه به دکترتون بگید دکتر رضاپور گفته من RCE دارم، RCE منو درمان کنید، براتون درمان. امیدوارم این صحبتی که کردم به شما کمک بکنه که این مشکلتون رو برطرف بکنه. ببینید مشکل خشکی چشم واقعا یک مشکل عظیمی است. آمارا نشون میدهد که 35 تا 40 درصد بیمارانی که به مطب‌های چشم پزشکی مراجعه میکنن واقعا مشکل خشکی چشم دارن. حالا ممکنه برای عینکشون مراجعه کرده باشن، برای خشکی چشم دارن، ممکنه برای دایلیت آی اگزم اومده باشن یا برای گلاکوماشون اومده باشن، ولی میبینیم خشکی چشم دارن. 40 درصد مریضا که از اینها در حدود 25 تا 30 درصدش اصلا مستقیما به خاطر خشکیشون مراجعه میکنن. نگاه دکتر چشمم میسوزه، احساس جسم خارجی میکنم، اشریزش داره، فکر میکنم شن تو چشممه، دیدم تار میشه، خوب میشه، فلکچویشن دید دارم، پایین بالا میره، دیدم تار میشه، یه 5 دقیقه مطالعه میکنم دیگه نمیتوانم مطالعه بکنم، قرمز چشمم داره، همه این علائم خشکی چشم. و متاسفانه خشکی چشمم روز به روز بیشتر میشه. ببینید اصولا تمام بیماری ها روز به روز دارن بیشتر میشه. به چه دلیل؟ نه به دلیل اینکه بهداشت درمان شد، نه، اتفاقا درمان بهداشت جامعه تمام کره زمین بالا رفت. به دلیل اینکه یک، سن جامعه داره بالا میره، افراد خیلی بیشتر از اون چیزی که قبلا سن میکردن الان ایج میکنه. دو، تمام امواج مضره در اطراف ما زیاد شد. خیلی مهم، امواج از آیفونتون گرفته، از تبلتتون گرفته، از کامپیوترتون گرفته، از تلفنتون گرفته، سلفونتون گرفته، همین امواج مضره است، اینه که سودمند نیستن. سه، غذا، تمام غذاهای ما پرزرواتیو داره، تمام پرزرواتیو ها سمه، تمام بدون استثنا تمامش رو سمه، همه بیماری ها رو اینا ایجاد میکنن، خشکی هم از جمله. بنابراین و چاره ای هم نداره، گرفتار شد. روزی که جامعه به نتیجه برسه که دیگه غذای پرزرواتیو دار تولید نکنه، امکانش هست فکر نمی‌کنم. روزی که جامعه برسه که این امواج کم بکنه، امکانش هست فکر نمی‌کنم. بنابراین ما هم با این بیماری ها دست به دست هستیم. خب اجازه بفرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت کنم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. درود بر شما دکتر رضا پور. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم، خیلی مهمه برام. یه سوال دیگه، دو تا سوال البته دارم، یکیش برای خودم یکیش برای دخترم. دختر من یه دو ماه پیش، یادتونه تو ایران میگفتن گلمژه پشت پلک بالاش طرف چپ یه نقطه قرمزی اومد، فکر کردیم گلمژه است و اینا. خلاص بعد از مراجعه به چشم پزشک اونا کورتونش دادن، تزریق کردن اینا، ولی هنوز این دونه هستش. آخر دکترها گفتن که این گلنزه و چون کار دیگه نمیتونه کنه بهش استروئید دادم، ولی خیلی آنکامفورتبل. 28 سالشه، به خاطر کارش مجبور از چشمش زیاد استفاده بکنه. شما راه حلی دارین برای این مشکل؟ تشخیص چی بوده؟ گفتن اسکلرایتیس، اپی اسکلرایتیس چی هستش؟ هیچی، گفتن این چون گلنزه نمیتونیم سرجریش بکنیم، دارو هم که زیاد بهش نمیتونن بدن، برای همین اینو فقط با استروئید و کورتون و اینها بهش میدن. این زبون مثلا هی اینو میزنه به چشمش، دوباره یه کمه خوب میشه، دوباره یه سه هفته بعد همون قرمز میگم، مثل نمیدونم اینجور چی میگم، گلموجه بود تو ایران میزد بعد خوب میشد، این میره دوباره برمیگرده، یعنی برمیگرده اصلا کامپلیتی از ذهن نمیره. نمیدونیم از چی کار کنیم، چون نیویورک هم هست چند تا دکترهای متخصص چشم هم رفته، ولی هنوز همون جوری هست، میگه خوب میشه یک کمی دوباره بعد دوباره برمیگرده. ببینید چند تا نکته من عرض بکنم تا به کسانی که مثل دختر شما گلمژه تکراری به پلکشون میزنه یک اشکال وجود داره. این نیست که همه آدم که اینطور نیستن. پس اون آدم هایی که گلمژه تکراری در چشمشون ایجاد میشه باید ریشه بیماری رو پیدا کنن و ریشه بیماری از بین برن. ریشه بیماری چی هست؟ فرضون یه فردی دیابت داره، کسی که دیابت داره تندنسی این که گلمژه زیاد به چشمش بزنه هست. کسی که بلفایتیس داره، کسی که دمودکس داره، کسی که روزشیا داره، تمام اینها این بیماری ها سبوریک درماتایتیس داره، سوریاسیس داره، اینها همه میتوانند باعث ریکارنت چلیزیون یا گلمژه، به قول شما گلمژه تکراری بشه. پس اول ما باید ریشه رو پیدا کنیم که دیگه تکرار نشه. اما حالا که زده و مزمن شده و دیگه سیستیک شده، توصیه چشم پزشکشون کاملا درسته، اینا رو باید استروئید تزریق کنن در داخلش. خیلی هم چیز ساده ایه، چیز مهمی نیست، توی مطب این کار انجام میشه، یه استروئید تزریق میکنن، تقریبا 7 طول میکشه و یواش 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 جذب میشه، از بین میره. بنابراین اگر گفتن استروئید تزریق بشه اشکال نداره، ولی برید دنبال ریشه این داستان، ببینید ریشه این بیماری چیه. ایشون روزشیا داره، بلفایتیس داره، دمودکس داره، سوریاسیس داره، دیابت داره، نمیدونم سبوریک درماتایتیس داره، اینها یکی از اینا داره، نمیشه که نداشته باشه. اونو باید پیدا کنه دکترشون، درمان کنه تا این تکرار نشه. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و تزریق و اجازه بدید برشون انجام بدم. دکتر رضا پور هستم از شرکت‌های جهان چشم پزشکی، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. الو الو، صدای منو میشنوی؟ بله آقای دکتر، سلام علیکم. الو، صدای من رو میشنوید شما؟ بله بفرمایید. الو سلام عرض کردم آقای دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید. میبخشید آقای دکتر، شما چیزایی رو که فهمیدین برای خشک چشمه، من هیچ کدومشو ندارم، ولی دکترم گفته که این قطره رو استفاده کنم. یکی این سوالو دارم که از کجا دیگه میشه تشخیص داد که خشک چشم هست یا نه. یکی همین که من چشمم خیلی حالت خارش داره و مجبورم بمالونم به استرا چشممو، که اینم میگن زیاد خوب نیست و چون کاتراک عمل کردم که لابد حتما باید استفاده نکنم این مدل
یعنی چشممو. میخواستم اینم این اشکالی نداره یه وقت خسته میشه چشمم یا خارش ایجاد میکنه من چشمو یکم بمالونم؟ شما همین خارش و خستگی در علامت خشکی عزیزم. بله، یعنی همین نشون میده که چشمم خشکی داره. قطره خشکی که دکترتون داده استفاده شما ببینید، اگر خانمی هستید که بعد از منوپاز هست امکان نداره خشکی نداشته باشه. هر خانمی بعد از منوپازش خشکی چشم داره. بنابراین ولی شما علائم دارید، خارش دارید، خسته میشه چشمتون و احتمال احساس جسم خارجی هم دارید. این علائم خشکی چشم. بنابراین قطره خشکی که بهتون دارن استفاده بکنید. حتی مالش چشم بعد از عمل، 3 ماه بعد از عمل دیگه اشکالی نداره. مالش در حد نرمالی که برای خارش میکنه چشم، دستتون رو به چشمتون بزنید، مسئله نیست. ولی خب به هر حال چرا باید خارش داشته باشه؟ چشمتون خشکه دیگه، دوای خشکی رو بریزید که خارش نداشته باشه، نه که بخارونید چشمتون. من خارش نمیشه مثلا تلویزیون زیاد نگاه میکنم یا رو کامپیوتر هستم، معمولا احساس خستگی میکنم و تشخیص میدم که میخوام چشممو به اصطلاح حال پیش رو عوض کنم یا همین که ببینید در حالت معمول که من و شما با هم صحبت میکنیم در دقیقه 15 دفعه به طور غیر ارادی بلینک میکنیم، پلک میزنیم بدون اراده. وقتی داریم به یک جایی خیره میشیم، داریم مطالعه میکنیم، داریم تلویزیون نگاه میکنیم، داریم رانندگی میکنیم، داریم آیفونمون نگاه میکنیم، داریم کامپیوترمون نگاه میکنیم، این تعداد بلینک ما به طور غیر ارادی به 3 تا 5 بار در دقیقه کاهش پیدا میکنه. یعنی اینکه فرصت پیدا میکنه چشم ما هوا که چشم ما رو خشک کنه، چشم ما خشک میشه. حالا چرا چشم ما خشک میشه ولی چشم یک جوان 18 ساله خشک نمیشه؟ برای اینکه جوان 18 ساله فیلم اشکیش خیلی سیکه، خیلی زخیمه، تبخیر میشه ولی خشک نمیشه. ولی ماها بعد از سن 50 سالگی زخامت فیلم اشکیمون کمه، به خصوص در خانم‌ها بعد از منوپاز، و خیلی سریع این تبخیر میشه و خشک میشه. پس بنابراین موقع قبل از شروع کار چشمیتون یه قطره اشک مصنوعی بریزید. هر 60 دقیقه که دارید به یک جای نگاه میکنید سرتون رو بردارید، به 20 فوت دورتر نگاه کنید، 20 بار پلک بزنید تا این خشکی ایجاد نشه و راحت باشه. البته خب اگر ای به انکسار دارید، اگر احتیاج به عینک دارید، اونا مسئله جدایی است. فرض من بر اینه که همه اونا رو برطرف کردید و حالا باز همین علائم رو دارید. اگر عینک لازم دارید عینکتون رو استفاده کنید. ولی خشکی چشم همیشه وقتی شما به یه جای خیره میشوید زیاده، بنابراین در اون موقع باعث یک قطره خشکی چکان شد. خب بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اجازه بفرمایید که با دوست عزیز دیگه صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. مرسی عزیزم، بفرمایید. وقتتون. من یه سوال دارم، برای مادرم تماس گرفتم، ایشون آب مروارید داشتن، اول عمل کردن هر دو تا چشمشونو. بله. حالا شما فرمودین اینجا با یه خانم دیگه صحبت میکردین، گفتین اسم بیماریتون رو بپرسین. من دیگه الان مرتب تحت نظر هستیم، اسم بیماری رو نگفتن. من نمیدونم گلاکوما هست یا اینکه شبکیه و اعصاب چشمشون آسیب دیده. الان قطعه‌ای که استفاده میکنن زایلومول و تیمولول و زالاتان هستش. فشار چشمشون هم تقریبا خوبه، یعنی همش تحت کنترل. حالا نمیدونم به خاطر قطعه هاست یا اصلا خودش خوبه، ولی دیدشون یه مرتب داره کمتر میشه و خیلی اذیت میشن. خواستم ببینم درمان دیگری داره؟ خب بسیار سپاسگزارم. ببینید توضیحی که دادید معلوم میشه که خب مامان شما کدرک عمل کردن رو اشکال نداره، ولی ایشون گلاکوما هم داره. حالا اگر ایشون قبل از کدرکشون گلاکوما داشتن، گلاکوما یا آب سیاه به فارسی، پس ایشون گلاکوما دارن. اسم بیماریشون گلاکوما. خب کسی که گلاکوما داره کجا آسیب میبینه؟
عصب بینایی آسیب میبینه، اونجاست که آسیب میبینه. کسی که حالا اگر کسی گلاکوما و کاتاراکت با هم داره، در امریکایی که من هستم امروزه ما دیگه همه بیمارانی که کاتاراکت و گلاکوما دارن رو هر دو رو در یه جلسه با هم عمل میکنیم. یعنی این امکانات جدیدی وجود داره که میتوانیم همون موقعی که کاتاراکت رو عمل میکنیم گلاکوما رو عمل کنیم و بیمار رو برای همه عمر راحت کنیم. حالا اومدیم و به هر دلیلی یا اون امکانات نبوده یا اصلا تشخیص داده نشده قبل از کاتاراکت، یا اصلا ایشون بعد از عمل گلاکوماش کاتاراکتش گلاکوما گرفته، همه این فرضیه ها امکان پذیره. حالا فرض کنیم ایشون بعد از اینکه کاتاراکتشون عمل شده گلاکوما گرفته، گلاکومای ایشون رو دکترشون با 3 دارو داره درمان میکنه و فشار هم به قول شما طبیعی است، ولی بازم بیماری پیشرفت میکنه. شرط این که من قبول کنم که مادر شما با 3 بیماریش داره بازم پیشرفت میکنه اینه که به من 2 علامت نشون بدید. 1، به من نشون بدید OCT ایشون نسبت 3 قبلش بدتر شده یا نسبت 6 قبلش. 2، ویژوال فیلدش یا میدان دیدش نسبت 6 قبل بدتر شده. اگر این 2 فاکتور بدتر شده باشه من قبول میکنم که ایشون دیدش بدتر داره میشه، وگرنه هر کسی میتونه بیاد به من بگه که آقای دکتر من دیدم بدتر شد، من که نمیپذیرم. به قول امریکایی دون بایه میدان دیدشون فکر میکنم کمتر شده، ولی OCTشون خیلی تغییری نکرده. خب اگر OCT تغییر نکرده، میدان دیدشون ثابته، دواهاشون هم دارن به موقع میریزن، یه اشکال وجود داره، یا اشکال در ریختن داروهاست یا دارو کافی نیست. خب اشکال در ریختن داروها چیه؟ مثلا شما گفتید زلطن میده، ایشون زلطن رو باید هر شب همون ساعتی که میریزه هر شب همون ساعت بریزه، یعنی اگر ساعت 9 شب میریزه هر شب 9 شب بریزه، یه شب ساعت 8 شب نریزه، یه شب ساعت 12 شب. خب این 4 ساعت لطمه میزنه به چش. این نمبر 1. نمبر 2، داروی دومی که میریزه بتیموله. بتیمول در شب هیچ اثری نداره، بایستی بعد از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب ریخته بشه. دوبار هم اگر ایشون تیمول رو در شب میریزه ویست کرده، از بین برده، هیچ تأثیری هم نکرد. پس این شماره 2. و داروی سوم نمیدونم چی بود، برای اون رو هم بایستی دارو رو باید درست ریخت. گلاکوما بیماری خطرناکی است، بیماری است که باید مواظبش بود. حالا اومدیم و این کارا رو همه رو کرده مادرتون، بازم شما معتقدید که پیشرفت میکنه و لیزرش کنه. لیزر چرا؟ برای اینکه ما نمیدونیم که مادر شما در ساعت 12 شب فشار چشمش چقدر، اما وقتی که لیزر میکنیم مطمئنیم که در 24 ساعت فشار چشم یکسانه. اما قطره که میریزید همون موقع که قطره رو میریزید فشار میاد پایین، ولی به تدریج که اثر قطره از بین میره تا 24 ساعت بعد دو مرتبه فشار میره بالا، 12 نصف شب نمیدونه فشار چقدر. پس بنابراین لیزر بکنن. توصیه من اینه که مادر شما رو چشمش رو لیزر بکنن، SLT Selective Laser Trabeculoplasty. SLT که بکنن فشار چشم در 24 ساعت یکسان میمونه و احتمالاً یا نیازی به قطره هم نداره، یا اینکه ممکنه یه دونه قطره نیاز داشته باشه. حالا اومدیم این کار رو هم کردن و جواب نداد، موقع است که میریم ترابکولکتومی میکنیم، عمل جراحی میکنیم، اون دیگه نهایت. ولی معمولا 95% بیماران به این شیوه هایی که من گفتم اگر گلاکوما دارن جواب میدن. این کار رو بکنید مطمئنا نتیجه میگیرید و احتمالا دیدشون بدتر نخواهد شد. البته بایستی اضافه کنم ممکنه کسی گلاکوما داشته باشه در کنارش مکرو دیجنریشن هم بگیره، اون مسئله جدایی است، بایستی از اون نظر بررسی بشه مکروشون آیا سالمه یا نه، چون مکرو دیجنریشن یه انتیتی، یه بیماری جدایی است که یعنی یک آدم میتواند کاتاراکت داشته باشه، گلاکوما داشته باشه، مکرو دیجنریشن داشته باشه، دیابتیک رتیناپاتی هم داشته باشه، همه اینا میتونه با هم داشته باشه. خب شما درمان کنید خوبه. درخواست کنم ازشون که
انجام بدن یا چکاپ کنن اینا رو. دیدید که آیا مکلار دیجنریشن ندارن؟ اونم باز اسم یه بیماریه، مکلار دیجنریشن. اون نداشته باشه، اگر اون ندارن اون وقت مشکلشون فقط گلاکوماشون هست، این کاری که من گفتم بکنید، مطمئنا نتیجه خوب خواهید گرفت. بعد اینم فقط همین مقدار بیناییشون حفظ میشه دیگه، اون ترمیم نمیشه هیچ وقت. در گلاکوما اون چیزی که از دست رفته است اون بر نمیگرد. اگر ایشون در میدان دیدش دیفکت داره یا فرشون در او سی تی میبینیم یه مقداری از اون آر ان ال افشون نازک شده، اونا دیگه بر نمیگرد، اونا دیگه از دست رفت. اون چرا که هست ما حفظ میکنیم در گلاکوما. به خاطر همینی که میگویم گلاکوما بیماری خطرناکیست و نباید باش بازی کرد، خیلی جدی باید باهاش برخورد کرد، خیلی جدی. و اگر جدی باهاش برخورد بکنیم خیلی عقب نشینی میکنه و خیلی راحت درمان میشود، ولی اگر باهاش سهل و ساده برخورد کنیم خیلی خطرناک پیش میاد. پس این نکات رو اگر رعایت بکنید احتمالاً جواب درست رو خواهید. خیلی ممنون. فقط یه سوالی که اون جراحی که گفتین اسمش چی بود؟ من متوجه نشدم. گفتم لیزر میتونن بکنن که این لیزر اسمش هست SLT Selective Laser Trabeculoplasty، SLT بگید همه میدانن چشم پزشکا SLT. حالا اگر SLT جواب نداد Trabeculectomy این جراحی مثل گولد استاندارده برای لاکوما، نهایتا بایستی ترابکولکتومی بشن. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم، وقت گذاشتین، لطف کردین. با سپاس از تلفنتون. خب دوستان عزیز، یادتون باشه که ما امروز برنامه پرسش و پاسخ داریم. 2 تا 3 از رادیو ایران 670 AM شماره تلفن رادیو ایران رو یادداشت بفرمایید، 323-512-7264. یک بار دیگه عرض میکنم، یادداشت بفرمایید 323-512-7264. در ساعت 2 تا 3 منتظرتون هستم. اگر سوالاتی دارید و فرصت نکردید در این برنامه مطرح کنید، حتما میتوانید ساعت 2 تا 3 مطرح کنید که من به سوالات شما در اون برنامه من صحبتی نمی کنم، فقط در مورد، یعنی به سوالات شما پاسخ میدم، چون اسمش هست پرسش و پاسخ. سعیم این هستش که به سوالاتتون تا اونجایی که وقت اجازه میده جواب. دوستان عزیز، فرصت زیادی نداریم. اگر سوالی داری سوالتون رو مطرح بکنید، ما 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نیست. در این 5 دقیقه اجازه فرمید، چون دوستان تقاضا میکنن که چرا شعر نمیخوانید، یکی از اشعار خودم رو در این فرصت، چون فرصتی هستش، بهتون ارائه کنم. اسمش از گدای عشق تو، از مجموعه بهاران با بهاران که کتاب جدید من هستش. چون مرغی خسته در دامت اسیرم، تو صیادی و من صیدی حقیرم. مرا کردی به دام خود گرفتار، ندانستی که در عشقت اسیرم. نپرسیدی، نخواندی شعر نابم، ندادی یک پیامی با سفیرم. کنی از من دریغ احساس نابت، که از غم بر سر رویت بمیرم. نه آب و دانه، من جویای عشقم، که بوی عشق از خاطر نگیرم. پرستویی که دارد لانه در سر، منم دریاب احوال بی نظیرم. در این دام جفا تا کی بمانم، در این دام جفا تا کی بمانم. بده فرصت که گویم از ضمیرم. شنو آواز حزن‌انگیز صیدت، ببین حال بدو در زن نفیرم. تو راندی از سر کویت مرا باز، تو گفتی من خطاکاری کبیرم. خطاکارم؟ خطاکارم
که شور عشق دارم، من از روز ازل در این مسیرم. شراب ارغوانی هم نکرده مرا درمان از این حال غریبم. ببین ببین من سائل کوی تو هستم، ببین من سائل کوی تو هستم که چون درمانده زائر در کلیم. رها سازم ز زندان غم عشق، تو زندان بان من کستی امیرم. بهاران وحشت از پاییز دارد، بهاران وحشت از پاییز دارد. گلی بنشان بهارم بر سریرم، گلی بنشان به کوی عشق و مستی. گدای عشق تو شده است گیرم، گدای عشق تو شده است گیرم. خب امیدوارم که این غزل رو دوست داشته باشید، از کتاب بهاران با بهاران مجموعه اشعار. خب دارن برنامه ما در اینجا به پایان رسید، اینجا ما وقتی زیادی نداریم. نه با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن در این برنامه، با پوزش از دوستانی که روی خطا ماندن. فقط فراموش نکنید که ما ساعت 2 تا 3 برنامه پرسش پاسخ از رادیو ایران رو داریم. در اون برنامه تمام سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. شماره تلفن رادیو ایران رو یادداشت بفرمایید: 323-512-7264. 323-512-7264. از دوستانی که روی خطا مانده ام خواهش میکنم که سوالات رو در برنامه 2 تا 3 مطرح بفرمایید. برای همه شما سربلندی و تندرستی آرزو میکنم. برای مردم ایران سربلندی آزادی از زندان جهل و جنون جمهوری اسلامی، برای جمهوری اسلامی زندان تاریخ آرزو میکنم. از کارگردان فنی امیر عزیز سپاسگزارم که مثل همیشه ما را استادانه و داهیانه کارگردانی کردن. امیر جان بدرود، تا درودی.